برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه ای از تهران همراه ما هستند. آقای فراغت سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. اجازه بدید با این سوال گفتگو را آغاز کنم. به عنوان یک روزنامه‌نگار و فعال رسانه بفرمایید نقش رسانه ها و خبرنگاران در انتقال حقایق و مشکلات کشورهای نظیر سودان به افکار عمومی چیست و همچنین چه راهکارهای داخلی و بین المللی برای حل فجایعی که در سودان در حال رخ دادن وجود داره؟ درود و ادب و احترام. رسانه های مستقل نسبت به این فاجعه انسانی در سودان باید بپردازند و افکار عمومی جهان رو آماده کنند که چه فجایعی داره در سودان شمالی در شهر الفاشر اتفاق میفته. متاسفانه به دلیل دخالت بعضی از کشورهای غربی و همچنین کشورهای عربی و همچنین شرقی رسانه‌هاشون به این موضوع نمیپردازن و هر کشور مسلمونی هم که متاسفانه نفت داشته باشه دچار این به هم ریختگی و دخالت‌های کشورهای شرقی، غربی و همچنین عربی هستن. این اتفاق زیبنده جامعه انسانی و جامعه بشریت امروز نیست. متاسفانه آنچه که در شهر الفاشر بین اختلافی که بین ارتش رسمی یعنی الفتاح و همچنین جنرال حمیدتی که با پشتوانه شرقی و غربی دارن دخالت میکنن روی داده اصلا زیبنده نیست. یه مثال بزنم، بعد از اینکه گروه واگنر حمله کرد به سوی مسکو و بعد از متوقف شدن حمله، گروه واگنر برای آموزش دادن نظامی های سودانی برخی از نیروهاشو در سودان پیاده کرد و همین نشون میده که کشورهای غربی و شرقی کاملا اونجا رو به عنوان منافع خودشون حساب کردن و دخالت میکنن و این اتفاقاتی هم که در این ایام در شهر الفاشر و این فاجعه انسانی برای مردم عزیز مسلمان سودان رخ داده با دخالت‌های کشورهای عربی، شرقی و غربیه. سپاس از شما امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای که از تهران همراه ما بودند.